هی باز ایده های ویدیوم ریده، باز ویدیو نمیذارم، چیبم خالی میشه. خدا رو شکر ادیتو اینا رو نمیشنوه به رو ببره. بذار پاشم برم دیسکو بینم بچه ها چه که کی میخورم. آها، برم یه استوری بذارم بگم بچه ها سوال بپرسین، حقیقت جرأت بدون جرأت. میخوام یه ویدیو بگیرم، هرچی سوال دارین بپرسین. Hey, what's up guys؟ به کانال من خوش اومدین. خوش اومدین به یه ویدیوی خفن. فکر کنم موضوع ویدیو رو فهمیدین، پس امروز اومدم بدون سانسور به سوالات شما جواب بدم. سوال اول، چرا اینقدر خری؟ گل بودن از خودت. عزیزم این نظر لطفت نسبت به من. دومی، هیچی داشت ساقیت حلال خور بوده. نخواست خوب خالی بمونه استوری بود. رشته تحصیلیت در مورد مهاجرتت، شرایط زندگی خارج از کشور خودت. خب که چی؟ که کنم برای اینا رو بگی بکن تو کوچه های شهر پره بگم. رشته تحصیلی من، یکم گندگوزی کنم یا بگم که هنوز من 12 بگو دیگه، کنکور داری بگم مثلا تو آیت دارم، آیتی میخونم، تو مایکروسافت کار میکنم. از این من کنکوری هستم، خیلی خوشبختم. چرا کنکوریم؟ چون من وقتی مهاجرت کردم به ترکیه هم زبانم یکم ضعیف بود، یعنی زبان ترکیه به صورت فول بلد نبودم، به خاطر همین خب یکم طول کشید. یه سال من درس نخوندم که هم زبان یاد بگیرم، هم با محیط مثلا ترکیه آشنا بشم، بعد وارد مدرسه بشم. رشته تحصیلیم اینجا ریاضی تجربیه، شرایط زندگی خارج از کشور خودت. خب من که مهاجرت کردم خیلی شرایطم خوب بود. کلن لحظه‌ای که مهاجرت میکنی با یه پول هنگفتی میای، این تقریبا 1-2 اول خیلی داره خوش میگذره، ولی یکم که میگذره اون پولا ته میکشه میشی من. دوتا 5 بزرگترین آرزوت که گوشیم خاموش شد. اصلا باید شما خیلی سوال داشته باشین واسه پرسیدن، شاید هم اهمیتی نمیدی. چرا باید اینو از من سوال داشته باشم واسه پرسیدن؟ بزرگترین آرزوت که فکر میکنی به زودی و زود بهش میرسی و چیزی نمونده تا رسیدن بهش. من بزرگترین آرزو دارم، ولی این که فکر کنم به زودی زود قرار بهش برسم فکر نکنم. شما هم بزرگترین آرزوتون برام بنویسین، خیلی دوست دارم بدونم مثلا اون بزرگترین آرزویی که میخواین بهش برسین چیه. ولی خب بزرگترین آرزوی من اینه که برنامه نویس شرکت مایکروسافت بشم، بهش میرسم. اسم رلت چیه؟ بعد انجام میام. چی شد با ریل زدید؟ کامل بگو. و الان از اکیپی که دارید ریول فم راضی هستی یا نه؟ شاید براتون عجیب باشه توی سوالات خیلی ازم پرسیدین که ریل داری نداری، با کی هستی با کی نیستی. خب همه ما یه کسی رو داریم که توی زندگیمون با همونه. بعضی اسمشو میذارن ریل، بعضی اسمشو میذارن همدم، بعضی اسمشو میذارن بهترین رفیق زندگی. بله، چی شد؟ خب کامل بگو. ببینین، توی هر نقطه از جهان باشین یک نفر هست که خیلی مثل شماست، یه جورایی نیمه گم شده میگن، ولی خب شاید حرفش خیلی خز شده باشه، واقعا نیمه گم شده آدمه. نه الکی الکی یا داداش باداش. آها، ریول فامیلی. بچه ما یه فامیلی داریم، اینو توی ویدیو هم نگفتم تا حالا، ولی امروز میگم. ولی دستم سکان کشتیش میاد با گوچی و فندیش برام مهم نیست. اسم فامیلیمون ریول هستش که تقریبا 40-50 نفری پیش هم هستیم توی دیسکورد. خیلی راضی هم از تک تکشون و مثل واقعا داداشای من هست، نه از اون داداش. بهم میگن مادر. یه از اوزو خیت شد، بهم میگن مادر ولی داداشی های من هست. A few moments later. ای راستی، یه سوال خز، منو دوست داری؟ مرتضی فامیلی رو از ته پاک کن. یعنی یه نفر از عضو فامیلی پاشه بگه من یه دوست داری. استقلال یا پرسپولیس؟ آقا استقلال پرس. البته من هیتشون نمی‌کنم، اما مدیونی از فردا بیاین زیر کامنت منو فوش بدین. استقلالم بودم، پرسپولیس بودم، اما اصالتا تراکتوری بودم. دم منده دمه چیز دم احبر گمه.
اهل کجایی؟ چند سالته؟ کراشت کیه؟ من اهل تبریزم، ترکم، بکسیم 18 سالمه؟ کراشت کیه؟ من کراشی ندارم، خودشو دارم. کراش روی آدمای خیلی مشهور دارم، مثلا سکشات. خونتون سیران باقلاره ها؟ من تو آنکارا زندگی میکنم، قسمت مسلمون نشینش. بدون سانسور دیگه، سایز... آقا من تو استوری گفتم بدون سانسور حرف بزنین دیگه، شعور خودتون کجا رفته؟ خوبی؟ منم خوبم. احساس نمی کنم خوبی. آه بکش برار حضرات زولا. آه بکش. خیلی اوضاع خیته. چرا دیگه با پیمپانلا ویدیو نمیگیری؟ من یه ویدیو در مورد این ساختم. چرا بیشترین کامنت ها رو پیدا نمی کنی؟ بیشترین کامنت ها برای ماینکرافت بود. بچه ها ویدیوهای ماینکرافت رو حمایت نکردیم و من دیگه نمیذارم. یعنی ویدیوهای ماینکرافت اول من که 20K ویو خورده، بعد این آخری اومده 1K اینا ویو خورده، پس از من انتظار نداشته باشیم ویدیوهای ماینکرافت بذارم. اما اگه هم قول بدین که ویدیوهای ماینکرافت رو بتره کنین، به دوستاتون بفرستین، کامنت ها رو اوکی کنین، لایک کنین، منم بهتون قول میدم که از هفته بعد ویدیوهای ماینکرافت رو بلا استثنا میذارم و دو تا ویدیو میکنم هفته ای. بدون سانسور اسم دوست پسرت که البته من میدونم. این کیه که میدونه؟ نه نمیگم. خب ما هم باید پول در بیاریم، باید تو اگه اسم دوست پسر منو میخوای تو کامنت. پسر مورد علاقه چه ویژگی ظاهری و اخلاقی باید داشته باشه؟ با ذکر جزئیات لطف. باید ناخوناش صاف باشه. اینجای دستش مو نداشته. پسر مورد علاقه من، بذار یکم فکر کنم. پسر مورد علاقه من کسیه که بهم گیر نده. من یه آدم خیلی اجتماعی هستم. خار اجتماع رو اکثر کسایی که باشون در ارتباطم، کاری، رفاقتی، گیمی، اکثرا پسر هستن. خب دوست ندارم گیر بده که با پسر چرا حرف میزنی، چی داری حرف میزنی، چرا داری گیم بازی میکنی فلان. خب به تو چه؟ دو، به ویژگی های قیافی و ظاهری اصلا توجه نمی کنم. ممکنه طرف میمون باشه ولی من عاشقش باشم، مثلا من عاشق سگم. کراش عجیبی دارم روت. روز اول که دیدمت خیلی کراش داشتم، عشقی. الان فکر کنم همین که تویی داری ویدیو رو میبینی منو دیگه آنساب کنی، چون فهمیدی که من یکی دارم. شوخی میکنم، عشق من این، تک به تکتون جدی میگم. خیلی علاقه دارم باهاتون دونه به دونه برم تو دیسکورد صحبت کنم و این کارم میکنم. بیاین اونجا بچه ها، بعضی وقتا انانس میزنم، بیاین بریزین توی وایس، پابلیک وایس، میشینیم همه با هم حرف میزنیم. اسم واقعی چیه؟ اسم واقعی منو کامنت بذاریم ببینم کی میدونه. آی ناخونم شکست. چرا خز نیستی؟ خیلی عذر میخوام که من خز نیستم، از این وقت خز بازی در میارم. چرا ویدیو میگیری بشر؟ فکر کنم این باید نمیگیری میشد. بهم برخوردی. من خداحافظ بچه. موسیقی